رئیس جمهور عراق تاکید کرد که دولت این کشور واکسن ضد ویروس کرونا را میان شهروندان خود رایگان توضیح خواهد کرد به گزارش شی ویوز اخبار شیان جهان به نقل از خبرگزاری رسمی عراق وا برهم صالح، رئیس جمهور این کشور شامگاه پنجشنبه طی سخنانی در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با نسل جدید ویروس کرونا کووید 19 اهمیت همبستگی بینالمللی در رویارویی با این پانودمی و کاهش خسارتهای آن و لزوم تضمین عدالت در توزیع واکسنهای ضد کرونا هنگام تهیه آن جلوگیری از خسارتهای ناشی از اهداف تجاری تولید و بازاریابی واکسن و ممانعت از تأثیرپذیری آن از اختلافات سیاسی را مورد تأکید قرار داد صالح ضمن تأکید بر اینکه عراق با وجود شرایط مالی و اقتصادی بسیار پیچیده خود از جمله کشورهایی است که دولت‌های آن خرید واکسن و کرونا و توزیع مجانی آن میان شهروندان خود را بر عهده می‌گیرند نشان ساخت که کشورش با وجود امکانات محدودی که دارد به لطف جانفشانی کارد درمان و افزایش آگاهی بهداشتی شهروندان در کنار پشتیبانی بین‌المللی و برخی کشورهای دوست تا حدی موفق شد پیامدهای این همهگیری را کاهش دهد رئیس جمهوری عراق ضمن هشدار نسبت به اینکه ادامه همهگیری کرونا در شهر و روستایی در جهان بدین معنی است که همه جامعه بشری در معرض تهدید ناشی از این همهگیری فرامرزی قرار دارد بر اهمیت در نظر گرفتن تفاوت شدید در امکانات اقتصادی و مالی کشورها و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرعت رسیدن واکسن به بسیاری از کشورهای دارای توانایی محدود نیز تاکید کرد وزارت به بهداشت و محیط زیست عراق نیز اعلام کرد که ریاض عبدالامیر مدیر کل بهداشت عمومی این وزارتخانه در حضور مدیر بخش ایمنسازی با شرکت آمریکایی فایزر اقدامات لوجستیک برای واردات واکسن مشترک این شرکت و شرکت آلمانی بایونتک را بررسی کرده لازم به ذکر است که بر اساس آخرین داده های وبسایت مرجع وردوم ترز و آمار رسمی وزارت بهداشت عراق این کشور با 558767 مورد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ 12361 تن از آنها در زمینه شمار افراد مبتلا به این ویروس کشنده و آمار مرگ و میر ناشی از آن ناشی از ابتلا به آن به ترتیب در رتبه های 20 و 23 جهان قرار دارد در حالی که در میان کشورهای جهان عرب نیز همچنان در هر دو زمینه شمار مبتلایان و قربانیان بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است